علی همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام، بفرمایید. خیلی خوشحالم که بالاخره صداتون رو میشنوم، میتونم باهاتون شما صحبت کنم. اگر رو من بلندگو هستید ما رو بردارید عزیز. حتما الان خوبه، الان بهتر شد، ممنونم، بفرمایید. آقای دکتر، من 19 سالمه، تو هیتوریت کنکور و رشته و داستانا، و سوالم هم در همین باره ازتون، که بالاخره مهاجرت چیزیه که از ایران هم تماس میگیرم، مهاجرت واسه هممون بالاخره باید باشه برای اینکه بریم، و الان من رشته هایی که برام مناسب دوست دارم شو در نهای شغل خوب و پردرآمدی برام دارن، برای مهاجرت اصلا مناسب نیستن، و برعکس حالا رشته هایی که مهاجرت خوبن برای چیزی نیستن. نفهمیدم مثلا اولا شما درس دوره دبیرستانتون و نمراتتون چقدر خوب بوده؟ من کاملا خوب بود، من زبانم خوبه، معدلم هم همیشه بالای 9.5 بود. خب الان فکر کنید، خب کنکور میخواید، رشته ای که اگر در ایران بودید میخوندید چی بود؟ اگر میخواید خارج بخونید چی؟ من خودم خیلی به رشته های مدیریت علاقه داشتم و در درجه بعدی حقوق، که مدیریت خیلی پول میخواد، یعنی خیلی رشته ایه که باید آدم زیاد پول داشته باشه، و چرا؟ حقوقم که اصلا نباید باشه. نه نه نفهمیدم، حقوق آخه پول حقوق رو بگیرید برای مدیریت، نفهمیدم چرا رشته مدیریت پول بیشتری میخواد، میشه من بگید چرا؟ جوری که تحقیق کردم و درستم هست، جوری که اصلا بورسی و فان نداره رشته های مدیریت، حالا هر شاخه ایش، و بخوایم خب اینا معناش نه، شما آخه نه عزیزم، اون معناش این نیست که هزینه‌ای بیشتری داره، چون شما یه حرف عبارت از این است که معمولا صرف کنید، معمولا در رشته های علوم اجتماعی و انسانی و عمومی اونقدرها دانشگاه ها کمک هزینه نمیدن یا بورسیه نمیدن، اون حرف درسته. این راجبه روانشناسی هم هست، جامعه شناسی هم هست، علوم سیاسی هم هست. ولی شما وقتی میگید مدیریت، وقت باید یه تفاهمی پیدا میشه که مدیریت استثنا. حالا شما من هرچی تو ذهنتونه بریزید بیرون، نگرانش نباشید. شما تفاوت ها براتون اصلا یعنی چه معنایی داره؟ قصه شما 19 سالتونه، چرا لیسانستون رو اونجا نمیگیرید؟ یک. دوم اگر بگید چی میخواید، ایران بخونید یا خارج، برخی از اوقات اینقدر تضاد و تعارضی درش نیست. آخه مثلا اینکه باید پول بیشتری رو هزینه کنیم واسه یه مثلا یه رشته خاصی، مثلا همین مدیریت بازرگانی، مثلا خیلی میتونه تاثیر گذار باشه. مثلا فکر کنید یه $10,000 میاد رو شهری سالانه، نمیدونم مثلا شما رو عزیزم، من شما که تو زندگی نمیتونیم بگیم من میخوام ازدواج کنم بچه دار بشم، ولی خرج لباس خیلی رفته بالا. بیاد اونو ول کنید، پول رو ول کنید، شما من بگید علاقتون، تمایلتون به چیه داخل ایران خارج، اون الان مسئله ماست. بعد ببینیم اگه شما یه رشته ای رو برگشتید گفتید میگم اینو در داخل نمیتونید بخونید یا در خارج، یا صلاحتون نیست، یعنی بحث رو با پول شروع نکنید. حالا بیاد به من بگید که شما اصلا فرض کنید موضوع پول الان موضوع شما نیست، مسئله علاقه شما، شما 19 سالتونه، خیلی هم معلوم نیست علاقتون علاقه ای باشه مبتنی بر واقعیت، به هر حال مبتنی است بر حدسیات و یا تخیلات، ولی اون به کنار. خب الان قصه اول بگید، شما الان 3-4 دقیقه اصلا نگفتید موضوع چیه، فقط یه چیزی که به نظر من نامرتبطه رو مطرح کردید. یه ذره برگردید سراغ اصل موضوع، چی در ذهن شما میگذره؟ این داستان داخل ایران و خارج و مهاجرت و در ایران زندگی کردن در خارج زندگی کردن، هر گونه که برای شما مطرحه بفرمایید که من بدونم کجا ایستادید. خب من تابستون خیلی واسه زبانم خوندم، یعنی یه جورایی اصلا نمیتونستم با این واقعیت که در حال حاضر نمیتونم مهاجرت کنم کنار بیام، و اینجوری بودم که تو زبانتو بخونی میتونی بری، پس زبانتو بخون که بری. همیشه اینجوری یه جوری خودم گول میزدم و خوندم، و در نهایت باش مواجه شدم که نمیتونم برم. نه نه، سب کنید همینجا بیستید. آخه
من شما که نمیخواید با کسی دیگه حرف بزنید، با خودتون دارید حرف زدران میگید، من چرا باید خودم رو گول بخورم؟ خب چرا من الان به شما گفتم شما دارید روی حسیات و تخیلات کار میکنید، هنوزم دارید همین ادامه میدید؟ من برگردم بگم من اگر زبانم خوب بشه میتونم برم خارج، کمیش درسته به خاطر گرفتن شاید پذیرش و یا راحت بودن کارها، ولی برخی از اوقات مگر مردمانی که در امریکا هستند و زبان انگلیسیشون خوبه هر جا بخوام برن میتونم برن دانشگاه پزشکی؟ نه، پس باز از پول در اومد ولی سراغ زبان. یعنی من یه نگرانی دارم که شما قبل از رسیدن به اصل موضوع اینقدر در این حاشیه ها میمونید که گیجی و گمیتون از اونجا میاد. این بود که دو دفعه اصرار کردم آنچه که دوست داری تو بگی. شما هنوز اینو من نگفتی، شما فرض کنید اصلا یه قانونی باشه که شما نمیتونید از ایران خارج بشید، یک چی میخوندید؟ دو شما مجبورید باید از ایران برید بیرون، چی میخوندید؟ سه شما کسی هستید که میتونید در داخل و خارج از ایران باشید. حالا این رشته های مورد نظر شما با توجه به شناختی که شما دارید چه هست عزیز؟ من اگه داخل ایران میموندم حقوق عمومی میخوندم، یعنی حقوقی که میرسه به سیاست و کار وزارت خونه و اینا، خیلی علاقه دارم بهش که اصلا نمیدونم علاقه هم درست باشه یا نه، یا اگر میشد واسه مهاجرت یا ایران مدیریت بازرگانی به شکل دربارم هست، خیلی بهش علاقه دارم. باز این دوتا بشه خیلی چیزه باشم، ولی میگم واسه مهاجرت حالا از هر نظری زیاد خوب نیستن این دوتا رشته، ولی رشته هایی که مورد علاقه ما هست. خب این وقتیست که شما بخواید بمونید ایران، معلوم شد که میخواید برید حقوق بخونید یا مدیریت. خب حالا اگر شما نخواهید بمونید ایران، اگر اصلا میشه، اگه نمیشه که موضوع منتفیه، چرا بی خودی یه فرضی رو میارید که شدنی نیست؟ مثل که بگیم من با این آقا ازدواج کنم ولی زن داره، خب موضوع منتفیست دیگه. حالا شما میتونید در شرایط موجود از نظر مالی بدون مسئله بورسیه رو بذارید کنار بیاد امریکا یا بیاد اروپا؟ خب برامانی صلاح شما در این است که یک مدرک لیسانسی رو در ایران بگیرید با نمرات خوب، بعد بیاد اینجا ادامه تحصیل بدید. حالا پشتش پرسش دیگری مطرحه، اونو ببینید این جواب بدید. شما میخواید بیاد خارج از ایران هم زندگی کنید یا میخواید برگردید ایران؟ نه قطعا زندگی کنم همونجا. خب پس بنابراین شما هدفتون این نیست که در ایران بمونید، نتیجتا باید خودتون رو برای رشته خارج از ایران آماده کنید، چه در داخل بخونید چه خارج، تکلیف روشنه دیگه. حالا هر زمانی که شما تونستید بیاید. حالا اون رشته ها چیه براتون؟ مهم رشته ای که، یعنی این رشته هایی که برای علوم انسانی باشه رو زیاد دیدم، و رشته ای که مثلا مورد علاقه هم باشه و ببینم که کشش کاری رو توش دارم و اصلا نمیدونم چیزی پیدا نکردم. و همینه از اصل سوالم که میشه لطف این صدا اولا بلندتر صحبت کنی؟ میشه بلند عزیز من، شما من شما به اینجا رسیدیم، دو تا نظر، یکی این که در رشته های علوم اجتماعی بورسیه نیست، دوم این که در رشته های علوم اجتماعی که مثلا زبان و فرهنگ مرتبطه خارجیان اونقدرها رشدی نمی کنن، پس موضوعش منتفی است. مخصوصا اگر شما بخواید قسمت اول تحصیلاتتون رو تو ایران انجام بدید، بعدا شما حقوق بخونید یا مدیریت بخونید بیاید اینجا، اونقدرها جایی برای رشد ندارید به خاطر که بومی اینجا نیستید. در رشته‌ای مثل مدیریت شما باید مدیر امریکایی‌ها بشید یا آلمانی‌ها بشید. خب آخه با اون زبان و با اون توانایی هر اندازم خوب باشید که به این راحتی‌ها پذیرفته نمیشید. علاوه این رشته‌ها خیلی رشته‌های تخصصی کمی نیستن که آدم بگه من تا این اندازش رو یا تا اونجا رو خونه. اینا یه رشته‌ای هستن که برخی از اوقات آنچه که شما میخونید در ایران یا در آلمان در امریکا اصلا مطرح نیست، حتی اگر از آلمان میامدید امریکا. درسته. پیشنهادتون چه رشته‌ایه؟ من مثلا نمیدونم آخه من هنوز ببینید عزیز من که نمیتونم دنبال تخیلات. شما اولا چند تا خواهر برادر چندمی هستی؟ من یه برادر بزرگتر دارم، 4 سال بزرگتر از خودم،
دو تا برادر ناتنی هم دارم 9 سال 11 سال کوچیک‌تر که فکر کنم 6 7 سال ندیدمشون اصلا خبری نیست. اون داستان برادر ناتنی و ازدواج کی طلاق گرفته از کی داستان چیه؟ بله بله اون پدرم بعد از نمیدونم 3 4 سال طلاق از مادرم، من 8 سالم بود یه زن دومی گرفتن و بعدش هم بعد 7 سال از ایشون هم طلاق گرفتن با دو تا بچه. نه سب کنید، شما در 8 سالگیتون پدر مادر از هم جدا شدن؟ نه نه، من 8 سالگیم پدرم یه همسر دوم گرفتن، در واقع 4 سالگیم پدر مادرم از هم جدا شدن و آره 8 سالگیم شما در 4 سالگی پدر مادر از هم جدا شدن، شما با کی زندگی میکردید مثلا تا 8 سالگی؟ من تو 7 سالگی با مادرم بودم، از 7 سالگی به بعد طبق قانون ایران با پدرم زندگی میکردم و پدرم هم مثلا اجازه نمیداد مامانم رو برم ببینم، مامانم میومد دم در مدرسه بعدی از صبح و دم در مدرسه من متوجه شدم. یک سال بعدم پدری که شما رفت بودید باید زندگی میکرد رفت زنگ گرفت، درسته؟ دقیقا. و بعدم دو تا بچه از اون آورد، از اون زن آورد. بله. خب شما با برادرتون که از شما بزرگتر بود چه جور رابطه داشتید؟ اون اومد با پدر زندگی میکرد؟ اون از اولش با پدرم زندگی میکرد و بعد از 7 سالگی که رفتم پیش پدرم با اون بودم. اون اونجا بود برای که اون پسر بود. اوکی. و شما الان هیچ رابطه آنچنانی با مادر ندارید یا دارید الان مثلا دو سال اخیر؟ چرا بعد اینکه اون مادری میکنن طلاق گرفت رفت، بعد یه سال خیلی مثلا مشکل دیگه پیش اومد، منم اومدم پیش مادرم زندگی کردم. الان مثلا دیگه جوریه که آخر هفته ها دو هفته یه بار اینا میرم پیش پدرم، ولی در واقع اصلش پیش مامانم. بنابراین مشکلی هم بین پدر و مادر الان نیست، بنابراین شما بیشتر با مادری ولی به ملاقات پدر هم میرید. خب حالا هزینه های تحصیل شما رو در ایران یا خارج از ایران اگر کسی باید بده که مادر پدر هر دو؟ هر دو میتونم بزن یا میتونم. ببینید یه زمانی هست که شما میگید من 100 تومن میخوام، حالا 40 تومنشو مادر میده 60 تومنشو پدر، برای که این حد تمایز هم کنه هر دو تاشون میتونن هزینه های کامل شما رو بدن. من پرسشم اینه که شما از چه امکانات مالی برخوردارید عزیز؟ یعنی اگر بخواید بیاد خارج پدر مادر یک دارن، دو میخوان این پول رو به شما بدن که الان شما برید خارج و حرفشون نیست که حتی اگر کارشناسی تو یا لیسانس تو اینجا بگیر. درسته. پدرم داره و اینکه بخواد یا نه به نظرم تا یه مقدارش رو قطعا میخواد، یه مقدار مثلا به طور کامل، ولی نمیدونم. حالا نظرشون درباره اینکه شما میخواید برید خارج درس بخونید چی؟ اون اوکیه، مثلا مشکلی نداره با موضوع. نه نه سب کن، یعنی مادر و پدر میگن دختر 19 ساله رو میخوایم بفرستیم اروپا در حالی که به هر حال مشکلات مالی هم داریم برای این کار یا امریکا؟ ببین جفتشون اینجوری هن که یه خیال بچگانه است توی سرت و مثلا بالاخره عملی نمیشه، برای همین خیلی اوکی هن، ولی مثلا پای عملم برسه تا حدودی اوکی هستن مثلا، ولی بیشتر شما اگر دلتون میخواد یه چوبی تو سر من بزنید منو میفهمم چی داریم گیجم کنیم. آخه عزیز همه چیز با یه فرضایی بیخود. من میترسم شما تو خونه الان شبی گرفتی نشستی شب زده به سرت فکر اروپا و امریکا اومده به سرت گفتی با من در میون بذاری. آخه من یه چیز یه کمی واقعی میخوام، واقعی که تو ما بحث جدی با پدر و مادر کردید موافق یا مخالف به این نتیجه آمین. رسیدید که نه حرفشون است که ما تو رو میفرستیم بری، چرا نمیگن همونجا درس بخونید؟ چرا نمیگن همینجا بمون درس بخون؟ چون که برای من یعنی میدونن که واسه من خیلی بولد شده است مهاجرت، میگن که همینجا درس تو بخون که اونجا مثلا برای مستر برای فوق لیسانس بری، ولی مثلا اونقدری که من اصرار میکردم و دائم ازش حرف میزدم مثلا بیشتر از کنکور راجع مهاجرت و زبان اینا حرف میزدم، چرا اوکی بودن جفتشون کاملا، یعنی هیچ وقت نه نمیگفتن که مثلا
1% احتمال بدم ممکنه پاش پیش. آخه ازم برخی از اوقات پدر مادر با بچه یا بچه با پدر مادر حرف نمیزنه، نه هم نمیگه ولی نمیذاره یا نمیکنه. ببینید عزیز، ما میریم پیام سب کنید، ما میریم پیام ها رو میشتمیم و برمیگردیم. شما به من بگید اون حرفایی که شما میزنید که من دارم میخواد بیام خارج، من فکر کنم بسیار خامه این حرف و بنابراین بهتر شما یه لیسانس بگیرید با توجه به علاقه ای که دارید. بعد شما تازه حرفتون نتونید که من میخوام یه لیسانس بگیرم یا میخوام بیام خارج، میخوام بیام مثلا خارجم زندگی کنم. من نمیدونم پدر مادر شما حرف میزنن که دخترم بیا برو استرالیا یا برو امریکا یا کانادا یا برو آلمان. معمولا پدر مادرها، اونم پدر مادری که طلاق گرفتند و جدا شدند و درگیری رو داشتن، معمولا این توصیه ها رو نمی کنن. شما حرفتون این است که من مثلا اصرار میکنم هر دو. خب شما اصرار میکنید، خب بکنید. بسیار از اوقات بچه ها صد دفعه یه چیزی رو میخوان پدر مادر رو بهشون نمیدن. اینی که ما میریم پیام ها رو میشتویم بر میگردیم. شما لطف کن اگر سوالی داری که فکر کنی من میتونم جواب بدم، این دوتاش سواله و من میتونم جواب بدم، مطرحش کن، من با کمال میل در خدمت هستم. ولی من باید مطمئن بشم پرسش شما پرسش واقعی است، یعنی مثل که اینجا آمدی میگی من به راست برم یا به چپ، من باید اینو مطمئن بشم. نه اینکه اصلا معلوم نیست شما اصلا جایی میخواید برید یا نه، یا اصلا سر دو راهی هستید یا نیستید.